به نام خدا و سلام به برنامه موج زاما خوش آمدید. طالبان میگویند از دیروز چهارشنبه بررسی همه جانبه در مورد گزارش ها مبنی بر تیرباران شدن مهاجران افغانستان از سوی مرزبانان ایرانی را آغاز کردند، اما سفارت ایران در کابل این رویداد را انکار میکند. یکی از مهاجرانی که در پی گلوله‌باری مرزبانان ایرانی زخمی شده با عمو میگوید که وی و همراهانش حدود 5 تا 10 متری در درون خاک ایران هدف تیراندازی و شلیک توپاندازهای مرزبانان ایرانی قرار گرفتند و به گفته وی شمار مجموعی این مهاجران حدود 400 تا 450 تن به شمول زنان بوده است. او تاکید میکند که گواه جان باختن 8 تن در این تیراندازی بوده و شمار زیاد زخمی نیز شدند. با این حال طالبان با تشکیل هیئت بررسی کننده به دنبال چی هستند؟ ایران چرا این رویداد را انکار میکند و اصلا چه چیزی عامل این مهاجرت های دست جمعی شهروندان افغانستان است؟ در موج امشب من عبدالمطلب راجی با مهمانانم عزیز احمد بارز دیپلمات پیشین و محبوبه سراج فعال حقوق بشر به این موارد میپردازیم. مهمانان گرامی خیلی خوش آمدین به بحث. آقای بارز، بحث را با شما شروع میکنیم. واکنش های جدی داشته این اتفاقی که افتیده و این واکنش ها ادامه هم دارن، اما چیزی که جالب نظر است است که طالبان میگن میخواین این موضوع را بررسی بکنن و یک هیئت را تشکیل دادن. فکر میکنین که طالبان با تشکیل هیئت به دنبال چی هستن و یافته هایشان اگر ثابت بکنه که یک تعداد زیادی از شهروندان افغانستان کشته شده در اینجا، واکنششان به نظر شما چی میباشه؟ سلام دارم خدمت شما و خانم سراج و بینندگان محترم. خب ببینین، دولت های ایدئولوژیک معمولا در قبال پرونده های حقوق بشری، حقوق انسانی، مهاجرتی برخوردشان همیشه برخورد ایدئولوژیک و چندگانه است. اینها را نمیشه و قابل پیش بینی باشه که ما انتظار داشته باشیم که مطابق خواست های کشورهای معمول دنیا با قضایای مهاجرت برخورد کنن. در قضیه مهاجرین افغانستان من فکر میکنم دولت های رژیم ولایت فقیه در ایران و رژیم حاکم در افغانستان ملامت اصلی هستند. اینکه تاکنون هر دو طرف نیامدن در مورد این حادثه که اصل حادثه تایید شده صحبت نکردن، این هم برمیگرده به همین برخورد ابزاری اینها از پرونده مهاجرت. در واقع اکثر کارشناسان ایران به این معتقد هستند که از پرونده مهاجرت جمهوری اسلامی ایران به حیث یک پرونده سوء استفاده امنیتی استفاده میکنند. حتی دیشب که ما در یک بحث بودیم، کارشناسان ایرانی معتقدند که احتمالاً به شکل انفرادی یا جمعاً با هر دو کشور در این قضیه که به نوع سازماندهی شده میگن هست دست دارند. اگر قرار باشه یکی از کشورها در این پرونده دست داشته باشه و این حادثه‌ای که صورت گرفته، حالا تعداد کشته‌ها هنوز مشخص نیست که در چی حدی هست، اما من فکر میکنم نوع حادثه و برخورد غیر انسانی که به حادثه صورت گرفته این جزئی از فجایعی هست که باید به جامعه جهانی خصوصا سازمان‌های حقوق مهاجرت و حقوق بشری جدن رسیدگی کنم. اما شما چه فکر میکنین چقدر احتمالی که خود طالبان دست داشته باشن در این قضیه وجود داره؟ به دلیل اینکه یک تعداد زیادی است کسانی را که از افغانستان میبرن، اینا تهدیدات امنیتی دارن و گزارش های زیادی وجود داره نسبت به اینکه کسانی را که از ایران بازگشت داده میشن، اینا در سر مرز بازداشت میشن، یک تعدادشان شکنجه میشن. یک تعداد هم گزارش های وجود داره که هنوز کسایی را که بازداشت کردن از مرز، اینا در زندان های طالبان هستن. طالبان عامل فرار 8 میلیون افغان هستند در هیچ شکل وجود نداره. عملکرد طالبان باعث ازش شده که 8 میلیون شهروند افغانستان کشور خود را ترک بکنند و به هر دلیلی فرار بکنند. عملکرد طالبان باعث شده که نیم نفوس افغانستان که زنان باشه از حق تحصیل و کار بی بهره شوند. والا این که در مورد این حادثه دست دارن یا نه، من تا کنون سندی در دست ندارم که اینا را متهم کنم. حد اقل می شود در این حد صحبت کرد که تا کنون طالبان به حیث حاکم مسئولیتشون را ادا نکردن. اینا فکر میکنم که از مکلفیت هایشان است که حد اقل 72 ساعت از این حادثه می گذرد، در چند ساعت اول بر مردم و شهروندان و جامعه جهانی و فعالین حقوق بشر اطلاع رسانه می کردن که این حادثه از چی قرار است. هر دو طرف این قضیه، هم جمهوری اسلامی ایران و هم حاکمان کابل، از اطلاع رسانی به هر دلیل طرفه می روند که خود این
بار مسئولیت هر دو طرف میتونه که از نظر حقوقی بالا ببره. اما به نظر شما فکر میکنین که خواهال رفتن میگن که ما بررسی میکنیم، چون زوایای این قضیه تا هنوز برای کسی معلوم نیست، تا همین گزارش هایی که نشر شده اینا هم میگن زد و نقیز است، با کسانی که صحبت میشه آمارهای متفاوت نشر میکنن. فکر میکنین که طالبان چیزی به دست آورده باشن نمیخواین نشر بکنن، یا مورد دیگه به نظر شما میاد؟ خب در زد و نقیز بودن اخبار اولیه هم با شما هم نظر هستم، خصوصا اون رسانه به نام حالوش که این گزارش را نشر کرد، گزارش اولی که او داده بود همش دقیق نبرامد، ولی اصل قضیه، اصل حادثه تایید شده. این که میزان تلفات چقدر هست نیازمند اطلاع رسانی و مسئولیت پذیری هم طرف افغانستان و هم طرف ایران هست. ما باورم نیست که اگر اینا به این قضیه برخورد صادقانه می کردن، در چند ساعت اول و سادگی میتونستن اطلاع رسانی بکنن. هرچی هست پشت این قضیه هر دو طرف، هم جمهوری اسلامی ایران هم افغانستان، تا کنون نخواستن که اطلاع رسانی بکنن. یک کسی باید از خود اینا بیاد بگوید که به چی دلیلی نمیخوان اطلاع رسانی دقیق داشته باشن. بسیار زیاد شکر آقای بارز. خانم سراج شما هم خوش آمدین. چه فکر میکنین چرا هر دو طرف نمیخواین که طالبان اگر اطلاعات دقیقی داشته باشن به اختیارشان که باید داشته باشن، چرا نمیخواین در این مورد گپ بزنن؟ و ایران چرا مطلق این موضوع را رد میکنه با وجود از اینکه شواهد وجود داره که چنین چیزی اتفاق افتیده؟ حداقل خود نفس این حمله تایید شده است، زخمی ها از جا آمدن، آمو هم را یک تعداد از اینا صحبت کرده و اینا کسایی هستند که زخمی شدن در حادثه. سلام احترامات ما به بیننده های بشنونده های پروگرام بتان با آقای مبارز به شما همگی. من این مسئله را که راستی شنیدم، مرا باور میکنین که 24 ساعت زیادتر وقت مرا این مسئله گرفته و مرا به حد و اندازه این موضوع غمگین و دق و بسیار پریشان ساخت، به خاطر از اینکه این ثابت کرد که افغانستان راستی همون چیزی که ما فکر میکردم در این وقتا که مطلق یک دیگ به سرپوش است که مانده بروی دنیا، و هر واقع و هر حادثه که میشه هیچ کس دنیا بر از اینا چرت خود خراب نمیکنه و در نتیجه جانای ما از بین میرن، بچه های ما از بین میرن، کلشان کشته میشن، دامن سرحدات معلوم نیست که چند تایز دینا بودن، چرا ما خبر نداریم، چرا یک خبر درست نمیه، اگر که باش راستی چرا مقابل از این یک اکسال عمل شدید نشان داده نمیشه. ای خو مانا از این نمیده ما خواه ممالی که ما خودم مملکت امسایه استیم بریاز خدا، چطور امکان داره که یک امسایه و امسایی دیگه خود راستی مطرق وضعیت بکنه. ای که ما میفهمم که شاید امی خود مهاجرت افغان ها به سر ایران بسیار یک مسئله مشکلات برای ایران شده، مگر ایران فراموش نکنه که دنیا برش سر این مسئله پیسه داده میره و اترکایی نیست که اینا مفتی کار میکنه و یک قوی بسیار کلان فعال افغانستان امروز ایران ساخت و میسازه اگرن و اینا این مهاجرین و این بدبختی ما مرد. ما خود هیچ چیز دامن مملکت خود نداریم که بتانیم سر از او استاد شویم، بتانیم ما او را بر خود یک راه بسازیم، ما بتانیم از او نام بخوریم، ما بتانیم ما از او کار کنیم، اولاد ما کار کنه، زندگی ما درست شود. یکی از اینا نمیشه. این بیچاره جوانای کمبخت بدبخت از این سرزمین سر میکشن که بخیزن بار زمستان نزدیک شده، اینا از ترس زمستان که خود میخواین برسانن به یک جای دیگه که یک چرخون نبیارن که اقلا امی خرچ عباطی زمستان نسیم شد. این رقم این حالت افغانستان اینه که کی بگوییم که طالبان هر اشتباه میکنن، اینه که بگوییم که دنیا اشتباه میکنه، اینه بگوییم که ایران اشتباه میکنه، اینه بگوییم که ما اشتباه میکنیم، من این نمیفهم. متوجه بدبختی سر بدبختی عامل معلوم است دیگه. مثلا امروز که امروز گزارش میرسانه که 85% از مردم افغانستان با کمتر از $1 زندگیشان را در روز میگذرانند و کسی که این حالت را بر مردم آورده، خب طبیعی است که طالبان هستند. او طرف هم یک حادثه اتفاق میفته اصلا پاسخگو نیستن، میگن ما کمیسیون جور کردیم، تا هنوز یک گزارش ابتدایی حتی ندادن بر مردم، خودشان پاسخگو نمیدانند. بله، و تمام از این قصه در این است که افغانستان بر بختانه به زمان جمهوریت هم بسیار آلا نبود از این خیلی نظر که بسیار کار بوده باشه و بسیار پیسه بوده باشه و مردم ها نخیزه نرن، مدتا به این پیمانه راستی نبوده.
و پیمانی از 8 میلیون افغان امروز دامن و بیرون زندگی می کنند و مملکت خود ایران کنند اتر نبوده. اما این بدبختی ما از ما مردم همیش بودن. این خب ما باید دلگاه چارش را پیدا کنیم. اتو شده نمیتونه که اینی آلم سر ما آمده میره یا توی یا خبرنگاه های اجازه دارن خبر نکن یا نکن یا خود میکنن یا دنیا رو میکنن یا ایران رو میکنن بخاطر سیزی پسی دنیا رو میبیده یا مرسان رو میکنن بخاطر سیزی احساس دنیا میکنن در نتیجه جوان میمونه در نتیجه زن و مرد افغان و این خیلی خیلی بخش است مطلق. بسیار زیاد تشکر. آقای بارز، واکنش هایی که تا کنون بوده، خب از طالبان اگر توقع به اینه باشه که اینا یک واکنش جدی داشته باشن، از کسانی را که از طرف های دیگه افغانستان هستن، فعالین سیاسی، سیاست مداران گذشته، کلان های حکومت قبلی، چقدر واکنش های از اینا، چقدر واکنش های به اصطلاح قوی داشتن در برابر آنچه که اتفاق افتیده؟ آیا یک چنین واکنش بوده، یک چنین یک دستی وجود داشته؟ ما صفحه بزرگان سیاست شکست خورده افغانستان چک نکردم که عکس العمل داشتن یا نه، ولی قطعا فعالین مدنی، فعالین بشری، مردم افغانستان، حتی مردم ایران به شکل انفرادی عکس العمل بسیار گسترده داشتن. ما دیشب و در مرکز ما خودم میزبان یک برنامه بودیم که یک جمع میهمانای برازنده افغانستان و جمعی از ایرانی آمدن و حدود 4 ساعت در این مورد صحبت کردیم و بالاخره این عکس العمل ها هست. اما به نظر ما این عکس العمل های انفرادی یا نهادهای بشری وظیفه انسانی و وجدانی ما هست که عکس العمل ها در قبال حقوق بشر، حقوق مهاجرین و سایر مسائل داشته باشیم. انتظار بالاتر ما از دولت‌های داریم که در این سرزمین‌ها حاکم هستند. سکوتی مرگبار هر دو دولت ایدئولوژیک، هم نظام ولایت فقیه، هم نظام پیروان تندرو مکتب دیوبند، اینا قابل قبول نیست برای جامعه جهانی، برای افراد اشخاصی که دنبال حقوق بشر و حقوق انسان هستند. در 72 ساعت در جهان خیلی عرفا میتونه زیر روش اول در این 72 ساعت هیچ کدام از این کشورها حتی به سطح محلی هم نیامدن یک خبر جدید اپدیت کنن. بنابراین این تئوری هایی را که بعضی از شخصیت ها در قبال این مسئله تبصره میکنن میتونه تقویت شد، خصوصا در قسمت جمهوری اسلامی ایران که این نظام از پرونده مهاجرین سوء استفاده امنیتی میکنن، گاهی اینها را مسلح میکنند و به عنوان لشکر فاطمیون در جنگ در کشورهای بیرونی میجنگانه، گاهی هم از اینها استفاده ابزاره میکنند در داخل ایران، از اینها در سرکوب داخلی استفاده میکنند و الان هم به خاطر خاموش کردن اعتراضات و وضعیت بد اقتصادی که در داخل کشورشان هست، احتمال این که در این قضیه به شکل از اشکال و قول کارشناسان ایرانی، من اخبار دقیق ندارم، جمهوری اسلامی ایران دست داشته باشه، حتی اونا با فراتر میگذرن میگن که جمهوری اسلامی ایران متحد نزدیک اداره کابل هست، احتمالاً در تبانی با هم این قضیه شکل گرفته، ولی ما در این مورد خودم سندی رو ندیدم. اما خب یک تعداد گزارش های وجود داره مبنی بر اینکه طالبان برای ایران اجازه داده که دفترهای سربازگیری برای فاطمیون را در کابل ایجاد بکنن و اینا الان دارن سربازگیری میکنن. ما چند پیش هم در این مورد یک برنامه داشتیم و نهادهای حقوق بشری ایران یک چنین گزارش را داده بودن و مستند ساخته بودن که چند نفر از کدام قسمت های کابل اینا گرفتن و با اونا مصاحبه کرده بودن که اینا رفتن به جنگ، یک تعدادش بازگشت، یک تعداد در اونجا کشته شده و خانواده های از اینا در این موارد صحبت کرده بودن. اگر طالبان این کار را کرده باشند، من مستند را ندیدم که شما روایت میکنین، اشتباهی بزرگ است، خیانت ملی است. روزی از روزها شاید بخاطر این قضیه ما دولت قانون مدار داشته باشیم، طالبان از سر تا زیر محاکمه شوند. ما هیچ توافقنامه‌ای نداریم که طالبان را یا دولت دیگر را مکلف بسازد که شهروندان افغانستان را به جنگ کشور سومی بفرستند. این جنایت است و قابل تایید نیست. اما جانب دیگه قضیه ایست که من ایره تایید میکنم که طالبان و جمهوری اسلامی روابط نزدیک راهبردی دارن، رفت آمدهای نزدیک دارن،
هم جمهوری اسلامی ایران هم حکومت کابل میخوان با استفاده از وضعیتی پیش آمده همدیگر همکاری بکنن. ما فکر میکنم که یک اصل باید به عنوان اصل به شهروندهای افغانستان و به مخاطبای ما بگیم، و اصل همین است که رژیم متعصب ولایت فقیه در ایران و رژیم دیکتاتوری طالبان به هیچ صورتی جور نمیان. ما الان حرف خدمت شما میگم، دیر یا زود اینا جنگی را در مرزها در میکنن، این جنگ حتمی هست، حالا که امروز یا فردا وضعیت به این قسم نمیمانه. این نظام ها نظام های مرد نیستن، دنبال منافع ملی هر دو کشور نیستن، اینا اختلافات شدید ایدئولوژیک دارن، یک جنگی که در میان اینا در بگیره قابل پیش بینی است. بسیار تشکر خانم سراج. اگر مسائل کلان اینچنینی که طالبان خودشان را به اصطلاح حاکمان افغانستان میدانن و در اگر در این موارد واکنش نشان نتن، چیزی که روی از اینا جنگ میکنن مسائل ایدئولوژیک است، واکنش مردم افغانستان چی میباشه؟ اصلا با امی روی کرده که طالبان در پیش گرفته، ایران در پیش گرفته، چی توقع وجود داره از کشورهای جهان؟ چطور میشه که ایران را وادار به این ساخت که کسانی را که عاملین این قضیه هستن اینا را دادگاهی بکنه؟ این بیشتر یک سوال به حد اندازه خوب است، مگر با راست بگیم بهتان در یه سمه کدام جواب ندارم، برای اینکه هیچ جای دنیا، هیچ مملکت دنیا را مسئول نمی سازد که او را مکم بگیره که تو چرا در یه مملکت اگه این کار کردی. اگه کار میکردن خواست برای اسرائیل و چی کار شروع میکردن فلسطین، مگر اون کار کس نکرد، آن در یه لبنان رو کار کس نکرد، این کار نمیکرد. اینال به این ما می مردم، برای سر مردم کمی ما بالاخره تابکای ما قبول میکنیم که اینا مطرق رفتار هم برمشن. ما خوب باید صدای خود بلند کنیم، ما خوب باید گپ بزنیم در این باره، ما خوب باید این مسئله رو بالا کنیم که چرا اینطور است، ما چی بکنیم، ما باعث اتباعی از این مملکت چی باید بکنیم، کشته شویم، خود صدای ما بیاد و گفتن که در مزن است و بمیر صدای ما برم و خدا چقدر مردم دیگه به گناه گرفتار شده، خدا میدونی چی حال است، چی کنیم خیلی، چی کنیم اینجا؟ اما این میاله از نقطه نظر اوزای مرکمی هست، این کشته شدن از این جوانای ما، این مردن از اینا به سرحد افغانستان، این تنها در اینجا نیست، این دامن پاکستان و خود از سرحد پاکستان و افغانستان هم به عین حال است، بسیار بد حال است اونجا در هر جای. یعنی ما تا به کی ایره دوام بدیم، تا به کی ای درست است، چی کنیم؟ به نظر شما چی باید بکنم مردم؟ چی باید چی کنم مردم؟ مردم باید صدای خود را بکشن جان. این این مسئله، این این موضوع موضوعی نیست که ایپاد شود. تمام سوشل میدیا این خبر دارم. مگر یک چیز را میخواهم براتون بگم. که ما هم یاد آزد دامن یک دنیا زندگی میکنیم که اخبار را میشه اینقدر اخبار دروغ است که ما خود ما نمیخواهیم که کدام خبر را هست کدام خبر نیست. و امیر با فامیلا میتونم که باعث یک مملکتی که امسایه ماست، ما خود احترام میکنیم و گمان نمیکنن بکنن مسئله این است، ما خود احترام میکنیم که امسایه خودم باشه که پتی آزار داده نمیتونیم خاص از رضای خدا، ولی که امسایه ماست. اما در این زمان ما خود باید صدا خود بکشیم، ما خود باید یک سوال بکنیم، ما باید بفهمیم که مردم ما چی شدن، اینا در کجا مردن، چند تا مردن، امی خبر خود کس بر ما بده. خانم سراج، چیز بسیار مهمه که شما اشاره میکنین. میخوام اینطور بپرسم، مثلا در ایران یک دختر خانم توسط پلیس ضرب شتم میشه و او جان میته در شفاخانه و اعتراضات گسترده در سراسر دنیا اتفاق میفته در این مورد، در افغانستان چی چیزی نیست که اتفاق نیفتاده؟ چرا مردم دست به هم نمیتن؟ چرا این اعتراض ها شکل نمیگیره؟ چرا ما به اون مرحله نرسیده؟ ما را چی شده؟ ما خودمون به میگم ماندیم. چرا امروز زمان ایران اترکایی نیست که وقتی که خود مردم ایران شروع کردن، مردم شروع کردن و مردم ایران شروع کردن، دنیا شروع کرد. اترکایی نبود که اول دنیا شروع کرده باشه، اول از خود ایران مرد. ایرانی ها که شروع کردن، باز مردم دیگه شروع کردن. اینوال ما هیچ سوال نمی کنیم، ما هیچ نمی پرسیم، ما هیچ نمی خواهیم بفهمیم که سر مردم ما چی میگذره. چرا نمی خواهیم بفهمیم؟ چرا؟ چی شده ما را؟ ما را چطور شد که ما این همونطور امین صدای خود را دست دادیم که ما هیچ نمیتونیم پرسان کنیم؟ چرا نمیتونیم پرسان کنیم؟ ما چرا پرسان کنه نتانم که بچه مره چی شد دامنی سرحد بلیاز خدا؟ چرا من نتانم پرسان کنم باعث یک زن افغان؟
چرا یک برادر من این کار کرده نتانه اخبرسان کرده که این بچه اوان من چی شد دامن سرحد چرا میده کشتن؟ خبر کدام وزارت نرفته بود ایران او خود رفته بود برزی که یک کار بکنه یک چند لامنان بره خیویی که بلکل امروز این مماله گم زده شده که اینو سرداد خدا بسته کنه باز هر بلایی که شد ما را داداخل از این مملکت شوه و ما خود ما دیگه نموریم چتی پتی اقلا بیاز خود میموریم از گشنگی بیاز خود زمستانم میکشیم بره اما اقلا خبیر خود بفهمیم که دمو چی خود ما را زد تیر باران کس نمیکن خیلی این کمی رو امیران بگیریم دنیا رو بگویم که میکاره بکنه و ما خود ما بکنیم دنیا میکنه یا نمیکنه ما باید بکنیم بگویم که هیچ نمیبره این ولی این مملکت ما سینه می کشیم که هر بلایی که میشه اینو می کشه و ببینیم که چه مبره از ما بش این رقمی خیلی کار نداره راستی چه کار نداره من هر کدری که هر طرف از اینو میبینم هیچ مورد به انجام نمیده بسیار زیاد تشکر خانم سراج خیلی بارس موافق هستین با صحبت های خانم سراج مردم باید بمانن به داخل کشور اما قسمی که شما در اول اشاره داشتین و خانم سراج هم با او موافق بودن کسانی را که عامل این وضعیت هستن در افغانستان و مردم به خاطر رزوا جوخه جوخه بیرون میشه از کشور بمانن در اینجا و از اینکه با مرمی مرزبانان کشورهای همسایه کشته شوند در داخل از گرسنگی یا از زیر شکنجه طالبان یا هر مورد دیگه یکی از جان بتن خب ببینین بحث ای که مردم ما چرا فرار میکنن صحبت کردیم این مردم از دل شاد فرار نمیکنن اینا یا نان ندارن یا زیر شکنجه هستن یا از تحت زندان شدن فرار میکنن بله و اگر پی اساس تر است که ما نمیگیم کشورهای همسایه ما بسیار ببخشید مرزایشون رو بر اون رو باز کنن اگر دوست ندارن مرزایشون رو ببندن اما کنترل مرز با آتش گشودن و روی مردم قتل عام مردم از هم تفاوت داره از نظر حقوقی بحث دیگه و بحث عمیق‌تر است که 90% شهروندان افغانستان که ایران می روه اینا مهاجر نیستن اینا کارگر هستن کارگر ارزان جمهوری اسلامی ایران اگر ضرورت نداره کارگر میتونه که اینا را در کار نمیگیره ما نمیخوایم که فشار بهیم ولی این مردم میگن دارن و سالیان سال از زمان داوستان تا الان اون پروسه باز بوده و این کارگرها که به ایران رفتن هیچ گاهی هم با ویزه نرفتن در این قد سالها این بودن اونها در وجه مشکل خلق نکنه حالا چی شده که در دو سه سال اخیر به یک فاجعه تبدیل شده بحث دیگه این که بحث یک مقدار برخوردهای مجرمانه هست این برخوردهای مجرمانه به همه دنیا هست ما نمیگیم که شهروندهای افغانستان همشان فرشته های روی زمین هم. در خود ایران هم مجرم هست اگر شهروندهای افغانستان در ایران یا در هر کشور دیگه که اون مقیم هستن جرمی را مرتکب می شوند مطابق قانون به اونا برخورد کنند اما توهین کردن تحقیر کردن لوحه گذاشتن در روی نانوایا که حق ندارن نان بخورن در شهرها لوحه گذاشتن که مهاجرین افغانستان یا به قول خودشان افبا غیر مجاز اینا هستن کلش توهین است که به این شهرها حق ندارن بیان بچه های اینا را به مدرسه ها و به دانشگاه ها نمیگذارن که بروند که در حالی که مطابق کنوانسیون 951 وینیوا حق دسترسی به تحصیل حق انتخاب شغل حق انتخاب کار اینا حقوق اولیه یک مهاجر است کسایی که خود مهاجر ثبت کرده اما متاسفانه جمهوری اسلامی ایران با هیچ یک از این تعهدات بین‌المللی که خودش در جمع 129 کشوری است که کنوانسیون ژنوا را امضا کرده تعلق نکرده از سال گذشته جمهوری اسلامی ایران 113 میلیون دلار از یونیسف گرفته خب حالا ما واقعا نمیدانیم مگر مهاجرین افغانستان یا نهادهایی که در ایران هستند ما نمیدانم در ایران هیچ گزارش وجود نداره که یک مکتب یک دانشگاه یک کمپ برای مهاجرین هست که پول دیگه مصرف شده خب شما از یک طرف پولای زیاد رو به عنوان حمایت از مهاجرین میگیرین از طرف دیگه با مهاجرین برخورد غیر انسانی میکنین این در کدام جای کدام کتاب نوشته است در قانون همسایگی در قانون انسانیت و قانون کوروش کبیر در قانون خدا در هیچ چیز نوشته نیست در چنین وضعیتی ما و همه کسانی که در افغانستان هستیم نیت دشمنی با هیچ همسایه‌ای نداریم ولی خاموش هم نمی‌مانیم وقتی در حق شهروندای افغانستان در حق مردم ما در حق برادرها و خواهرها ما ظلم صورت بگیره بنابراین اینا متوجه اعمال کن باشه ما همه همیشه یکسان نمیمانه یک روز شاید شهروندای همسایه ها بیان به کشور ما مهاجر شوند بسیار تشکر و
برخورد چه خواهد بود؟ بسیار تشکر آقای بارس. خانم سراج، اگر مثلا ما یک حکومت مشروع می داشتیم، یک حکومتی که می توانست دفاع بکنه و یک چنین اتفاقی می افتاد، یا اصلا اگر بیخی بحث افغانستان رو مد نظر نگیریم، دو تا کشور دیگه یک چنین اتفاقی بیفته، برخورد یک حکومت چی خواهد بود؟ چی باید باشه؟ چگونه باید برخورد بکنه با یک چنین قضیه؟ یک حکومت دیگه به هیچ صورت همونطور یک چیز اجازه نمیده، به هیچ صورت. و این مدام بدبختی افغانستان از مرحله قابل قبولشان بالا رفته. تعداد مردمی که امروز به حیث مهاجر میبرن از افغانستان، این خوی یک نمره عادی نیست، جان این که بسید میلیون هاست و میلیون ها بیرون میبرن. و اینال اینا من میفهم حالت از این ممالکه، من میفهم که دست پای از اونام بند است، من میفهم که بر از اونام یک مشکلات عجیب غریب وجود آمده، من میفهم که جوانای ما جوانای فوق‌العاده نیستن، اونام غلطی میکنن و اشتباه میکنن، کل دیر زیر میفهم. مگر در عین زمان یاد ما نره که ما انسان هستیم و همین گروپ هم انسان هستند، تمام از این انسان هستند، ما انسان هستیم، ما ضروریات خود، ما در منطقه دنیا زندگی میکنیم، این همی حالت به هیچ جای دیگه برابر نمیه. و مملکت ما این مخصوص ماست به خاطر که ما یکی از ممالک دنیا هستیم که خداوند بر ما هم بدترین همسایه های دنیا هستیم، بدترین هم پاکستان، هم ایران، هم چین، هم روسیه، هم تمام از اینا، اینا همسایه های هستند که ما را برباد کرد. در طول مدت تاریخ، همین تاریخی که بخوانید، چی وقت بوده که اینا دست سر ما بالا نکردن؟ چی وقت بوده که اینا سر ما بالا نکردن؟ چی وقت بوده که اینا نخواستن ما را نگیرن و از بین نبرن؟ اما زاویه این طرف خانم سر زاویه این طرفش هم بسیار زاویه این طرفش هم بسیار مهم است. ما چه وقت نبوده که به هیچ کدام از اینا پناه نبردیم؟ ما چه وقت نبوده که یعنی هر کدام از این کشورها یک تعدادی را با خودشان داشتن که بتوانند سر مردم خود ما استفاده بکنن؟ فکر نمیکنین که بیشتر زاویه از طرف اونها منافعشان دمیست که در افغانستان جنگ باشه و ایره تاریخ ثابت ساخته؟ بله مطلق منافعشان است، اما این منظر نمیده که این منافعشان باعث از این میشه که حرکات را که میکنن درست است، به این صورت نه، منظور ما چیزی که حرکاتشان درست نیست، ما را خدا زده باعث مردم که ما مملکت خود را فروختیم، به این جور شک نیست، ما فروختیم یک تعداد ما این مملکت فروخته به ایران، یک تعداد ما این مملکت فروخته به پاکستان، یک تعداد ما فروختیش به چین، یک تعداد ما فروختیش به روسیه، یک تعداد دیگهشان به باقی دنیا. این یکی کار کردن، این گناه از بدبختی که کار داره، این گناه از بدبختی که باید فامیل خود نام بده، باید پس فامیل خود بگرده، گناه از خود نیست، این گناه حکومت های ماست، این حکومت های ما نتانستن که ما رو درست چی کنن، پس ما بگردن از ما دفاع کنن. در ایران چه خدر اوخان در دار کشیدن؟ هیچ جای دنیا ما در بدار نزد مردم ما را ایران زد، ایران متصل مردم ما را بدار زد، یعنی با توجه به صحبتتان خانم سراج، اگر کوتاه پاسخ بدین، با توجه به صحبتتان و خوب شد که شما یاد کردین، اعدام هایی که صورت گرفته، حتی جرم از اینا معلوم نیست که اینا به چه جرم اعدام شدن، و این کشتارها و خاموشی را که طالبا داشته، چه انتظار میتونیم داشته باشیم از یک کمیته که ایجاد کردن؟ در حد یک دقیقه اگر جواب بدین. وقتی که این مسئله را بشنیدم، ما با این فیصله رسیدم که ما باید صدای خود بکشم. از اون خاطر است که من تلویزیون شما میخواهش کردم که مثل همیشه لطف مهربانی دارین و مرا میمان کردین که ما بیایم گپ بزنم. این که چقدر خطرناک است برای ما و چقدر خطرناک است اون یک طرف داری. ما باعث یک انسان، باعث یک زن، باعث یک مبارز، باعث یک عضو جامعه مدنی از این مملکت، ما باید صدای خود بکشم. ما باید بکشم. اگر من صدای خود نکشم، پس کی میکشه؟ ما کل ما از ترس، کل ما به خاطر یک کسی، به خاطر یک چیزی، به خاطر یک موضوع ما خوب خود گرفتیم، ما خوب برباد شدیم، جان برای ما هیچ چیز باقی نمود. اما آره، من نمیکنم، میکنم راستی نمیکنم، دنیا مرا از ما مدافع نمیکنه، دنیا مرا پشتر مرا استاد نمیشه، مگر خود ما در پشتر خود ما استاد شده میده. بسیار تشکر، ممنون خانم سراج و آقای بارز از حضور شما در برنامه. بیننده عزیز تشکر از شما هم که تا این دم بیننده برنامه ما بودید. وقت شما بخیر، خدا نگهدار.